هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که همه چیز درباره غلامرضا تختی میدونه. هرچی وجود داره فقط یه تیکه های پراکنده ای از خاطراته. منم تو همه این سالا یه چیزایی رو به چشم دیدم. یه چیزایی رو از دوستا و اطرافیانش شنیدم. یه چیزایی رو هم خودم حد زدم. بعضی چیزا رو هم با تخیل خودم به هم وصل کردم. اگه کسی میخواد غلامرضا تختی رو واقعا بشناسه، باید با دقت به تک تک کلمه های وصیت‌نامه‌اش گوش کنه. این همون وصیت‌نامه‌ایه که تختی بعد از ثبت کردنش برای آخرین بار رفت هتل. همون هتلی که روز بعد جنازه غلامرضا تختی تو اتاق شماره 23 پیدا شد. من همراه هم یک کپی از اون وصیت‌نامه دارم. این جانب غلامرضا تختی، فرزند رجب، متولد 5 شهریور 1309 در تهران، به شماره شناسنامه 500، در کمال صحت و سلامت عقل اعلام می‌دارم که خانه شمیران را به دو خواهرهایم واگذار کردم تا موقعی که زنده هستند از آن استفاده کرده، در صورتی که پسرم باقی بود بعد از مرگشان به بابکم واگذار کنند. مدال‌هایم را البته اگر بابک عزیزم بزرگ بود مال ایشان بود، ولی چون 4 ماه بیشتر ندارد به اسم فرزند دلبندم بگذارید در موزه حضرت رضا، دیگر ارزی ندارم. مال ایشان بود ولی چون 4 ماه بیشتر ندارد به اسم فرزند دلبندم بگذارید در موزه حضرت رضا، دیگر ارزی ندارم. صورت بدیهایم این است: شرکت مدرسن 50,000 ریال، امیرخان 2,000 ریال، پرویزخان بیزایی 2,000 ریال، روح الله سلیمی 500 ریال، نیکو سلیمی 5,000 ریال، حاج حسین خاله 5,000 ریال. متن وصیت‌نامه رو تایید میکنی؟ بله. تموم شد؟ حاضرم. این محرم بده. پایین هر دو برگ و امضا بفرم. سلام آقا. چرا اینقدر میپیچی به خود دختر؟ خب بگو بهش گرفتاری تو. آدم از کسی کمک بخواد که آر نیست، اونم از تختی. نگاه تو دلم رخ میشورم، اصلا میبینمش نگم چرا این دهنم قفل میشه. تمام حرفایی رو که میخوای بهش بزنی پل خودت هی بگو که وقتی دیدیش هول نکنی. اصلا اینقدر این آدم خاکیه که هول شدن نداره. الان 2 شبه توی این هتله، هر موقع میبینیش این پام پام میکنی حرفتو نمیزنی. بالاخره میخوای زنک تو راست ریس کنی یا نه؟
بله. سلام. یه لیوان آب برای اتاق 23 می‌خواستم اگه میشه. اتاق 23. بله. الو سلام. سلام. بابک خوبه؟ خوبه، خوابیده. شب نمیام خونه. یعنی چی نمیام خونه؟ شما که میدونستی مهمون داری. کجا گذاشتی رفتی؟ الو سلام. جواز گل فروشی رو باطل کردن سر شراکت با تو. من دیگه نیستم. اگه چیزی پیش اومد حواست به خانوادم باشه. چی؟ مادرم حالش خوش نیست. چی داری میگی؟ بابک هنوز جون نگرفته. دور منو دیگه خط بکش، واقعا کم آوردم. سلام. از شما درد دارم. هرسید کن، هر چی که بشه تو نباید آزارت به کسی برسه. برو آقا تو ببر خونه، تو بازار چست. برو مادر، برو بونه قدت، برو برو. بابا بالا پوش پشمو چطور داشتم؟ تو در زنم از کربلا بودی می پوشیدم می رفتم وسط یخچال، بازا مهنه بید می لرزیدم. یخچال داشتم از اینجا تا اینجا. پول دستی می خوای فهمیدی؟ فقط بگو چی پس بیدی، اینو بگو. پاشدم وضو بگیرم، آجانا بدتر از زلزله اومدن، گفتن یخچال تو مسیر خط تو هن، مانم از دستم رفتم.
جدا نیستم که. مردم واسه یه پیاله آر دارن همدیگه رو تیکه پاره میکنن. الان خیلی تو حرف نزنی، پولم بگیری نمیشه که. زدی یخچال ارباب رجب پکندی که. کاسبیش برا بود، یادمه. نوبت قبلی من بهش قرض دادم. حالا تو سن نار بهش بده، اینقدر تینجیمش نکن. مسیحت داره به خدا. آب افتاد دستشم. خونم داشت می‌لرزید. 5 تا آژان ریختن تو خونم. اون بار که گفتی 3 تا آژان بود. آخه آژانا تو موقعش این میزا. 5 تا بودن آژانا. از یخچال خودم انداختنم بیرون. از خودم بیرونم که. زار زندگی می ریختن تو کوچه. اه تو کوچه خوابیدی؟ یه برشون بگو اون شب کجا می‌خوابیدی. کیه؟ آرتو الکدی خطا بچه. بگو ببینم چی شد دو شب؟ صغیرش میاره که اشک مردم در بیاره پول جمع کنه. کاسبیشه بابا. دفعه بعد میخوای بیای یه شاهد اغرستر بیار که مردم حرفتو باور کنن. این دفعه بهت قرض نمیدم که یادت بمونه. تا کامل قصه تو تعریف کنی پول تو بگیر. اقربک عوض کن سر تا یکی باشو نمیخواد برو سر شاخ یه دست یه پا دو خمشی بگیر برو دو خم دو خم نمیتونه برو برای یه خم دست در مخالف نمیخواد ولش کن بشین تو خوش سگک سگک پاش تو نمیره پاش تو نمیره دست در شکن نمیخواد پاشو، پاشو نمیخواد، من از خیر فنگ گذاشتم پاشو تو قلم بودو بیدم مثل بچه آدم میتونه بودوی؟ قشنگ نگاش کنید کمونه قلم برمیداره، قیقاش میره چند کورچی نگاه کنی؟ انگاری به حریفش التماس میکنه که بیا بزن تو سر من این قماش آدم ها نه تنشون رو درد کشتی میخوره، نه مخشون موقع کشتی گرفتنم، ما تحتش حواس و سرش پایینه وایسه با، نمیخوام بودوی شما هم اگه میخواید تو کشتی به جایی برسید این آدم ببینید هر کاری که حد شما نکنید حد بدونید که کشیگیرهای قابلی میشید چیکار کنم درست شم اول کار که میکنی ورزشی بذار کنار برو پی زندگیت
همه وسط سرشاخ شید. گوز نکن، گوز نکن، صاف بایستا سره بگی بالا، بده حریبه به چی کار داری میکنم. خدا حافظ. خدا حافظ شد. گندتون بزنم، رو پاتون نمیتونه بایستید. مگه چلاقی درست بایستا؟ معنی کار کردن تو مسجد سلیمان برایش بلند کردن وزنهای سنگین، بدن دردهای شبونه، شکست خوردنهای پشت سر هم، دل سرد نشدن و تمرین کردن و تنهایی بود. اما چیزی که بیشتر از همه عذابش میداد دوری از خانواده و مادرش بود. اونجا باید تمیز شه عین کف دست. قشنگ گوش بگی ببین چی بهت میگم پسر جون. قُر زدن و بچه ننه بازی و مرخصی میخوام و باید برم خونه مال بچه‌هاست. اینجا من هم ننه‌تونم، هم آقاتونم، هم همه کس و کارتون. میخوام ازتون آدم حسابی بسازم. طوری که وایسی رو پای خودتون. نمیخوام یه مش آدم مفلس و بیمایه تربیت کنم. تو هم اگه میخوای به این مرتبه برسی، خانواده اولین چیزیه که دست و بالتو میبنده. اول همه باید خانواده رو ببوسی، بذاری کنار، بچسبی به کارت. یه هم سراغ من نیا واسه مرخصی. فکر نکن قیافت یادم میره. من حافظه سگی دارم. برو. بسیار متاسفم از اینکه مقام ریاست کارگزینی اداره شرکت نفت مسجد سلیمان با مرخصی یک ماهی این جانب موافقت نفرمودند. از نظر آن که من برای مادر خودم ارزش فراوانی قائل هستم و او از من خواسته که به دیدنش بروم و چاره‌ای جز اطاعت امر مادرم نمی‌بینم و با مرخصی من نیز موافقت نشده است، خواهشمند است با استعفای من موافقت بفرمایید. غلام رضا تختی. حاج فعلی که میگن همین که داریم پایین. حواستو بده جلوشو محکم باش. هر کی انتخاب کنه واسه تمرین به جایی میرسه. محکم باش. صف بگیر. فنات اجرا کن روش. اصلاً نترس. بیای وسط. بیای وسط. هر کیو گفتم هر فنی رو شگرد داره بزنه. برو ببینم. برو وسط. شل نباش. شل نباش. سرتو بگی بالا. صبحونه نخوردی مگه تو؟ برو ماشالله. تو اسم چیه؟ غلام رضا تختی. از حاج فعلی بیشتر از فوت و فن کشتی معنی کشتی گرفتن یاد گرفت. فعلی از آخرین نسل مربیایی بود که شأن پهلوانی کشتی براشون به وجه قهرمانیش ارجاع بود. تختی خیلی زود تبدیل شد به ستاره باشگاه پولان. دست بزن. دست بزن. چه خبر؟ چه خبر؟
وایسا با اینم غلام رضا. آخه آدم حسابی شب و روز تمرین کردی، حالا روزش که رسید تو زدی؟ انتخابیه تیم ملیه، این کشتی رو ببری رفتی تیم ملی. منو ببین، ما واسه کیف کردن آدمایی که میان تماشامون کشتی میگیریم، نه واسه بردن. به برد و باخت فکر نکن غلام رضا، به کیف کردن تماشاچی ها فکر کن. بازنده از این در بیرون بری شرف داره به اینکه ترسیده بری. بیا دیگه. آی گولادیا با چی اینجا بایستدیم؟ بریم تو چادر ببینم. بجو بینم. مسابقات بود با نبوغ و تسلطی دیدنی و با 5 برد پیاپی به فینال وزن ششم رسید و قوقایی در ورزشگاه به راه انداخت. الو به طوری که تا همین لحظه نایب قهرمانی را در اولین میدان بزرگ جهانی در هلسینکی فنلاند بر خود مسجل کرده و لقب ستاره تازه رسیده مسابقات به حق شایسته غلام رضا تختی است. آیا چهره جدیدی به قهرمانان کشتی جهان اضافه شده؟ ببین این جمله آخر تیترش بشه. دوباره تماس بگیرم. خدا بسکرم. مسابقات قهرمانی جهان تو هلسینکی فنلاند سال 1951 اولین سفری بود که با تیم ملی برای گزارش مسابقه ها رفتن. این اولین مسابقه بزرگ غلامرضا تختی بود. کجاست غلامرضا؟ عمر از سالن بیرون با آقا بلور بود، دارن میرن طرف رخکن. در جایی که یادمه همه هم تیمیاش از مدال نقره غلامرضا خوشحال بودن. از هلسینکی چیزی که یادم مونده لبخند و حال خوب و این که چقدر اون راه رو دویدم تا اون لبخند رو با دوربینم ثبت کنم. Photographers, please move aside after you're done. بخور به سلامتی رفاقت. یعنی واسه رفاقتمون هم نمیخوری؟ به من نمیسازه مرمت. ما رو باش به خاطر مدال نقره این آقا اومدیم جشن بگیم. لب تر نمی کنه. دم شما گرم که حواستون به رفیقتون هست. باش جور تو رو من میکشم به سلامتی رفاقتمون که توپ نتونه جدامون کنه. اگه ما پشت هم باشیم چه روزایی بسازیم. طلایی آینده مال ماست. خودم بزن. حالا ببین کی بهت گفتم. به جانتون. نوش جونتون. خوش باشین. خوشین آقا ولی. خوش. هیچ وقت محبتاشو یادم نمیره. عجب حلبایی شده ها.
لیلی، فکری بودن شما چند سال توی محل نبوده، این غلام رضا حتما تو رو یادش رفته. خواستم بهش نشونی بدم، گفت همون دختر فسقلیه که همه رو با سنگ میزد. من میزدم با سنگ؟ نمیزدی؟ نه من یادم نمیاد. اونایی که زدی یادشونه. میگم میخوای حلوه مردونه رو بدم تو ببر بده، از خود غلام رضا بپرس. چون به جونت کنم بار از گردش شست. الله باشلسن بابا. خدیجه، خدیجه گفتی به غلام رضا چیو؟ اگه یه بار به این تیم سر رئیس تیم ملیشون بگی قضیه سخت و من حل دار. چرا خودت بهش نمیگی؟ خواهر عزیز کردنشه، این رو حرف تو که حرف نمیزنه. مگه تو داداشش نیستی؟ اگه سرکار قبلیت مثل آب دو زک ریشه ساکارتو نمیزدی الان خودت روت میشد با غلام رضا حرف بزنی. بیا این حلوه رو خورم ببر. دستو یه آبی واسه ما گرم شد. به قول امو خدا بیامرزت با پول میشه سرسبیرشا نقاره زد. من پول از کجا بیارم بدم به این آقا غلام رضا؟ شما اودف محبت کردی با من اومدی شهرداری، باز دوباره شهرداری نه یه نامه برام فرستاده، باید برم کمیسیون چیچی نمیدونم. سلام علیکم. سلام علیکم. زحمت بشید. سلامت بشید. وگرنه یه قبیلک مغازم رو میگیرن ازم. کافی بفهمم من رفیق آقای تختی قربان دنیا هستم. همه موصول میکنم به کیسه، یه ماری هم زیر نام خلاص. رو چشا دو مرتبه میام. دست در نکنه. خیلی ممنون. خداحافظ. من از همون بچگی یه ارادت خاصی نسبت به شما داشتم. مخلص شما. افتخار خانی آبادی. اصلا افتخار تهران. نه اصلا افتخار کل ایرانی. شما واقعا من یادت اومد همبازی بچگی؟ بله یادم بود. آخه شما که اصلا آدم نگام نمی‌کنین، چطور یادت اومد؟ یادمه که سنگ ول می‌کردیم برای بچه‌ها. فقط همین یادت مونده ازم؟ نه خب. من همیشه فکر می‌کردم اگه یکی از شما کشتی‌گیر بشه اصلا از قرالی است. آره اصغر از همه ما زوردارتر بود. من بعض وقتا میام خونه شما با خدیجه و نرگس درس کار میکنم. دست شما درد نکنه. خدا خدافظ. کودتای 28 مرداد برای مردم روزای تجربه کردن شکست بود. مسابقه های تیم ملی معلق بود و تو اون روزا تختی همه وقتش رو برای مردم محله صرف میکرد. دنبال کارهای مردم از این اداره به اون اداره میرفت. مردم کم کم داشتن با این وجه تختی آشنا میشدن. حس میکردن یکی رو دارن که حواسش بهشون هست. اونم تو شرایطی که هنوز افسردگی اون شکست بزرگ بود. لیمو ریختی روش؟ بعد این اوم گذاره، یعنی ما یادمون رفته بچه محلمون فالو در باب لیمو میخوره؟ قربونه دستت. بیرم عده کی عرفته میاد سراغت؟ یه بنده خدا سر مریضیش بیکار شده. این همون مزه بچگی همونو میده. هیچی مثل بچگی نمونده قولم تو. یادت وقتی از قرالیه تو کشی میزدت زمین، هرسش دستشو میزش رو گلت میخواست خفت کنه؟ اب بچگی هرسی بود. یاده اصغر افتادی؟ ایران که نبودی اصغر باشده رفته زورخونه، از حسودی عکس تو رو از دیوار زورخونه برشه کوبیده زمین شکسته. داد و بیداد که حالا مگه این تختی کی هست که عکسشو زدن رو دیوار زورخونه؟ من رفتم باش جر کنم، دیدم بنده خدا خیلی وضعش خرابه، تریاکی شده ناجور، هر دقیقه پلاس خونه اینو. کلا تو بذار بالاتر، اینقدر ول کردین بچه محلتون رو، اینو هم باید جمعش کنن. کجا سلام؟ چند بار خوابوندیمش واسه تک، فایده نداره، درست بشو نیست اصلا. خودم میبرم میخوابونمش دوباره. بریم یه سر بش بزنیم امشب. نه اگه بتونم یه دکه از خودم داشته باشم با خیال راحت واسه همه بچه محلهایی که گیرن، سر هر ما میره یه رقمی میذارم کنار. چی میخوای بفروشی تو دکت حالا؟ گل، گلدون، خرتپرت، گلکاری. گل خوبه، پولش جور میشه، غصه شو نخور.
گفتم بعد کودتا که فعلا خبری از مسابقه اردو نیست، وقت زیاده. با صاحب کارخونه سوخته حرف زدم یه تیکش ترتمیز کنیم، بچه خورده های محل جمع کنیم واسم بالا سرشون، بلکه به هوای تمرین کشتی بیان بیرون از توی این آتش خالم. من که هستم رنگ و قلمو هم میارم در دیوارشو رنگ میزنم ترتمیز بشه. آخه چرا پول میدید دست این آدم که بیاد بیفته به جونه نداشته من؟ هر کی پول خواست باید بهش بده، بگی بیا بفرما. سلام مادر جون، چی شده؟ نمیخواد پیاده شی. اون پیرمرده که الان بهش پول دادی دیگه بهش پول نده. این رسوای دو عالم هر چی تا حالا پول بهش دادی همه رو خرج من کرده. پول واسم خریده، عد خریده، شیرینی خریده، لباس خریده، هر کادویی که بگی خریده. خجالت نمیکشه سر پیری، افتاده دنبال من. تازه نمیدونی چه غلطی کرده، رفته دندون طلا گذاشته که یعنی مثلا از من دلبری کنه. خجالتم خوب چیزیه، دیگه بهش پول نده. شاید دست از سر کچل من برداره، بره پی کارش. چشم مادر جون. پس پول بهش نمیدی یا؟ چشم، خیالت راحت. فالوده ریخته رو پیرنه. تحوه دندون طلا گذاشته فکر کرده واسه من دلبری کنه. خجالت نمیدی. یه دقیقه عموم بدین تموم بشه، تمیز بشه بعد. غلام رضا تو خودت بسر هستی، دستو میزدی اینجوری کشی دستی تو آفر بسر گرفتم. ببر زیر سینهش، خب محکم بگیر، نکاب میزنی محکم. آه فشار بده محکم محکم، باری کلا خوبه. آره خوبه باری کلا. سرشاخ با هم وزنه. اسمه چی آفزر؟ احمد. احمد با کی اومدی احمد؟ با مرتضی. هر وقت مرتضی اومد باش بیا، تو هم باش بیا، تنها نمون تو خونه. میشه شود بزنه؟ آره بیا مال خودت. بچه ها از الان احمد داوره، سود زد همه سرشاخ بشه. از این داداش جقلای من کشتیگیر در میاد حالا؟ اگه پیگیر تمرینش باشه آره خوب میشه. کودتا فقط برای بچه های این محل خوب شد. تو کمتر میری این کشور، اون کشور بیشتر هستی تو محل، میرسی بهشون. میگن دوباره رفتی احمد آباد دیدن آقای مصدق. من تنهایی نبودم، خیلی ها بودن. من میخوام درس بخونم کنکور بدم. گفتم شاید با نرگس حرف زده باشی، مثلا پرسیده باشی لیلی چی کارا میکنه. قبل اینکه اون چیزی بگه من خودم بگم بهت. درس خیلی خوبه، مخصوصا واسه خانما. تو همین فنلاند یه خانم دکتر بود، کل سال مسابقه رو تنهایی میچرخون. من میخوام پرستاری بخونم. خوبه، میاد بهت. چرا میگی میاد به هم؟ مگه من چه جوری هم؟ خب یه طوری هستی دیگه، کلا میاد بهت. آبجی لیلی کجایی؟ چند بار از نرگس پرسیده بودی لیلی میخواد چیکار کنه، میگه همه رو به هم. از من خوشت میاد؟ از این به بعد هرچی خواستی به خودم بگو، فقط با خانم دکتره فنلاندی قیاسم نکن که خدا هم میبازه.
من چند وقت توی خیاط خونه کار میکنم، هر کی از مردم فهمیده میشناسمت نامه داده برسونم دستت. خداحافظ. همکنون که این گزارش رو میشنوید، رژه تیم ایران در استادیوم المپیک ملبورن آغاز شده. پرچم ایران در دستان غلامرضا تختی، امید اول کشتی آزاد ایران، به اهتزاز درآمده و در این لحظه المپیک 1956 ملبورن استرالیا به شکل رسمی کار خود را آغاز کرد. و شوروی را در هم کوبیده و چشم همگان به این مهم دوخته شده است که آیا غلامرضا تختی می تواند با برد در میدان افیل درخشان ترین مدال تاریخ کشتی ایران را برای کشور به ارمغان بیاورد. دکتر
آقای زبون دو یو شود کنسل وی نید تو کنسل میگه باید کنسلش کنیم چه آسیب دیده نمیتونه ایتس دنجرس غلام رضا میگم باید بکشی کنار وضع چشت خرابه چیزی نیست خوب میشم اگه چشت میبینه میتونه ها شون بگو میتونه اینطور که از ظواهر امپیداس آسیب جدی به چشمان غلام رضا تختی وارد شده همکنون در اثر این حادثه هیئت جوری و مربیان ایرانی برای ادامه یا توقف مسابقه شور میکنن من از این فاصله صورت قهرمانمون رو خیلی دقیق نمیبینم متاسفانه اما شدت ضربه به حدی بوده که پزشک رسمی مسابقات با ادامه مسابقه مخالفت کرد در صورت لغو مسابقه غلامرضا تختی علاوه بر از دست دادن امکان رسیدن به مدال طلای المپیک در این دوره باید تمرینات 4 سال آینده رو با تلخی به جا مونده از این حادثه همراه کنه که بسیار بسیار کار سخت و طاقت فرساییه و از طرفی اگر آسیب رسیده به چشمان تختی در اثر ادامه مسابقه شدیدتر بشه ممکنه برای همیشه مشکل جدی در بینایی این قهرمان کشتی ایران پیدا بشه باید دید پهلوان ایرانی بر خونی که من میبینم روی چشمانش رو پوشونده غلبه میکنه یا ترجیح میده سلامتیش رو فدای پیروزی در این میدان بزرگ نکنه مجسته برا بوم ایران زمین چه پرورده او را جوانه گذیم بلو Thank you.
تو ملبورن استرالیا برای اولین بار یه قهرمان ایرانی بالاتر از حریفای آمریکایی و شوروی قرار گرفت. غلامرضا تختی که تا قبل از المپیک ملبورن چند بار تو مسابقات جهانی المپیک مدال نقره گرفته بود، حالا روزهای طلایی خودش رو شروع کرده بود. بعد از طلای المپیک ملبورن، مدال طلای مسابقات آسیایی 1958 توکیو، 8 بار قهرمانی کشور، 3 بار تصاحب بازوبند پهلوانی در 3 سال پیاپی، قهرمانی تو جام‌ها و میدان‌های بین‌المللی مختلف، این انتظار رو تو مردم به وجود آورده بود که تختی هرگز قرار نیست از سکوی اول پایین‌تر بیاد. اون روزا خنده از رو لبش نمی‌افتاد. بعد از هر طلایی که می‌برد، وقتی برای مصاحبه باهاش می‌رفتم بهم می‌گفت اون لحظه‌ای که مردم با شنیدن خبر طلا گرفتنم شاد می‌شن مهمه. مهم‌تر از خود مدال گرفتن. من به خاطر خوشحالی اون لحظه مردم زندم. تختی برای مردم تبدیل شده بود به نماد پیروزی و غرور. شما اینو بهت دادم بازش نکردی ببینی توش چیه؟ خیلی پول میشه، از سر مزد یاده. این احمد آقای مالش چطوره؟ میبرنش دیگه درمونگاه؟ بله بله، همون درمونگاهی که سفارششو کردیم میبرمش. بچه‌م وقتی حالش خوبه باهم حرف میزنه، قلبم آروم میگیره. وقتی هم شما کشتی دارین میبرمش رادیو گوش میده کشتی شماره. میگه وقتی آقا تخت کشتی میگیره انگار جون میاد تو دست و پام، خودم رو تشک دارم کشتی میگیرم. بار بود که ابروتون شکسته بود بالا چشتون، زخم شد، رادیو گفت، همه گفتن کشتی دیگه تمومه. احمد میگفت نه، آقا تختی کشتی ول نمی کنه. احمد میگه بعد از این دیگه هیچ کی نمیتونه آقا تختی ببره. خدا خیرتون بده، خدا هرچی از خدا میخواییم بهتون بده. لای تو زندگی بد نبینین. آقای تختی عزیز، مردم ایران هرگاه گامی برداشتند که می توانست منجر به آزادی و بهروزی آنها شود، با دیواری از کج‌فهمی و خیانت و استبداد راهشان سد شده و حاصل بی‌نتیجه مبارزات صادقانه‌شان تنها افسردگی عمومی و خزیدن در لاک بی‌تفاوتی و نسیان بوده. این مردم پاک لایق بهترین شادی‌ها هستند و عموماً بدترین غصه‌ها نصیبشان می‌شود. گویی این تقدیر محتوم ملت شریفمان است. تقدیر سیاهی که اراده ملی‌مان را سست و ناامیدی را بر کشورمان مسلط کرده. شما در زمان حاضر سمبل اراده مردمی خسته هستید و سمبل میل به پیروزی آنها. مردم حالا تمام شکست‌های ملی و اجتماعیشان را پس از آن کودتای شوم با طعم شیرین پیروزی‌های شما جبران می‌کنند. امروز اگر در حصر خانگی نبودم به استقبالتان آمده و بر دست‌هایی که مردم افسرده ایران را شاد کردند بوسه می‌زدم. دکتر محمد مصدق. که کی میاد تو این خونه کی میره. عکسو یه جایی میزدی خیلی تو چش نباشه، دردسر میشه. دردسر چی؟ جلو من نیدی؟ نه. واسه تو شوخیه. واسه من که تازه استخدام شدم این چیزا یعنی دردسر. کسی به تو کاری نداره، نترس. کاری نداره یعنی چی؟ آبجی. همه الان منتظرن یا توی بگینن از زندگی بندازن آدم. آجو. تو اتاق کوچیکه بود. آدمی که خانواده داره یه مسئولیتی داره. داره. تازه تبش افتاده. اصلا تو حواست به ما هست؟ میبینی ما رو با هزار تا گیرو گرفتاری؟ آدم واسه آینده خانوادش باید از یه سری اعتقادای مزاحمش دست برداری یا نه؟ بالا سر بچه حرف نزن، تازه خوابش برد. همه جایی که اینقدر فیس و پیس کنی حرف دلتو بهش بزن. ناحق که نمیخوای ازش. اگه احتیاج نداشتم 100 سال حرفشم نمیزدم. خودش هزار تا درد سر داره. درد سر خودش داره، برای خودش درست میکنه. باز یه دقیقه چش برداشیم از این.
صد دفعه گفتم قایم کنی این میخو چکش از جلوی دستش میره پیدا میکنه بر میداره مغز ما رو میخوره. چند شب پیش از سایه خودش افتاده روی دیوار ترسیده و کلی چیز میز پرت کرد طرفش، کسی حریفش نمیشه. منم زورم نمیرسه با این حقوق کارمندی براش پرستار بکنم. الله اکبر. چیه؟ نباید یک کلمه حرف بزنم من؟ میخوای خفه خون بگیرم؟ آقا نزن آقا جون. گفتم اینو بگیرید بذارید تو انباری. بکو بشین آقا جون. تخ 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 آقا جون عرض اونو داره میخوره. بلکو چرا آروم نمیگیری؟ چی میخوای باز؟ این بچه معجزه نمیتونه بکنه واسه تو. آقا تو رو باید این جمع جور کنه. شما نماز میخونی یا گوش وایسادی؟ حالا شدم بده؟ آدم همیشه قهرمان المپیک میشه. تو این وضعیت باید یه فکری به حال خودمون بکنیم یا نه؟ چی میگی تو؟ همین خدیجه نباید یه خونه کوچیک از خودش داشته باشه، راحت زندگی کنه. نباشه شوهر بچه‌ش بچه‌ بتونه یکی از این اتاقا. تظاهر میکنید که هیچ انتظاری ازش ندارید. ولی همتون منتظرید تا غلامرضا واسهتون معجزه کنه. آقا حرفشو نمیزنید. اینجا هرچی دکتر و پرستارا گفتن گوش کن آقا جون. غذاتم سر موقع بخور. به قول خودت که همیشه بهمون میگفتی وسط غذا آب نخور. چایتم بذاری خودت ولرم شه بعد بخور. آقا جون شبا کاری داشتی بهشون بگو، خجالت نکش. شب هم اگه چای نخوردی که چه بهتر. اینا مصنوعی قربونت برم، بو نداره که. بده به من. بده من بذارم سر جاش. بده من این کربلایی خانجونم بده پسش بدم. تسبیحش پیشش نباشه شبا خوابش نمیبره. چرا میری سر جا نمازش آخه؟ کجا؟ یعنی من زورم نمیرسه دست دو با کنم؟ بده من، بده من آقا جون. باشه بمونه دست خودت. بیا بشین سر جات. بیا بشین سر جات. از شما دردم ببخشید آقای تختی، من میخواستم یه چیزی به شما بگم. بفرمایید. معذرت میخوام، میدونم الان شما پدرتون رو آوردین بستری کنین، بدبختیه، ولی دیگه عقلم قد نمیده به کی بگم به غیر از شما. چه شده؟ شوهرم یک ساله که بیکار شده، کارهای فنی بلده و از سابکار قبلیشون هم رضایت نامه داریم. نگران نباش شما، نمره تلفن خونه من رو یادداشت کن، بده شوهرت زنگ بزنه. ایشالله میریم پیش آشناهام، کارش حل میشه. خیالت راحت. دست شما دهنه. خدا حافظ شما. زود میام بهت سر میزنم. موضوع خود باش. اون چیزایی هم که بهت گفتم یادت باش. خداحافظ. هیچ زمانی از زندگی تختی رو به یاد ندارم که مشکل مالی نداشته باشه. هر چقدر در می آورد بیشتر از اون به بقیه کمک میکرد. برای همین همیشه در حال جور کردن پول بود. همه ازش انتظار داشتن. برای همه مردم شبیه برادر بزرگتری شده بود که باید صلیب مشکلات بقیه رو روی دوشش میکشید و هیچ وقت از این فشاری که بهش می اومد با کسی حرف نمیزد. الان میخوای جون بخوری بعد پول خرج کنی. تو هم که دور و برت فقط خودت و خانواده‌ات نیستن. یه لشکر مفلس‌تر از اون بچه فلجه که سکاتو نشمرده دادی بهش. دورتو میگیرن، رستو میکشن. واسه همه میشی شاکرید استجابت دعا. حالا واسه تماشا کن. میترسی کفگیرم بخوره ته دیگ حوارشم سرت؟ شما که تاج سری. من که هرچی دارم مال خودته. کل این گل فروشی هم از همون دکه که خودت پولشو بهم قرض دادی که هنوزم پست ندادم. من که یادم نمیره که. من واسه چی بترسم از بی پولی؟ یه نفری چه خرجی دارم من؟ دو وعده غذا باشه بخورم، یه مهد جا باشه بخوابم. تو دو وعده میخوری غلامرضا؟ بگو دو وعده میخورم. ماشاءالله اون وعده بیار. حالا مثلا گفتم تو هم
اون دفعه که حرف زدیم قرار شد شرکی گل بیاریم بفروشیم دیگه. من که خودم دنبال یه کاری هستم. آخه از گل فروشی مگه چقدر در میاد؟ دست در نکنی. حرف من اینه. با این اسم رویه که تو داری امید یه مملکتی. باید یه نفس برسی به اینو. این کاغذایی که میاد از این بدبخت بیچاره ها باید تهش یه اسکناسی بذاری تو پاکت پسشون بدی یا نه؟ این چیه؟ یه بنده خدایی میدونست پاتوق دینجاست. دیروز یه سر اومد سراغم. صاحب کارخونه همی اصله. 300,000 تومان نقد بهت میده عکستو بزنی رو شیشه اصل. حتم بدون میخواد عکسمو بزنه جای این زنبوره. جان غلامرضا جدی بگیر دیگه. واسه تیغریش تراش یه 10 نفر رو واسطه کردن 200,000 تومان واسه 2 دقیقه آگهی گفتی نه. فیلمو گفتی نه. این یکی جدی باش جان من. جدیه چی قربونت میخوای عکسامو بزنم رو شیشه این عسل بعد فردا بچهای ندار میبینن فکر میکنن من صبح عسل خوردم شدم تخته. زورشون هم نمیرسه عسل بخرن بیشتر غصه میگیرتشون. این قاشق رو ببینم. والا ما که تو بچگیمون جز خاک و خال چیزی نخوردیم. چرا الکی ملتو گول بزنیم؟ عجب عسلی هم هست خاموش کن کوفتی بابا. دم مسابقه که سرما میخورم بهترین چیز همین زنجبیل و لیمو عسله. من نمیخواستم اینجوری بشه. یعنی استادای دانشگاه تشویقم کردن. همینجوری یه درخواست بر کردم با ریز نمرام فرستادم اونا هم گفتن قبول پاشو بیا. حالا رشته ای که دوست داری هست؟ آره پزشکیه. دانشگاه خوبی هم هست. فقط آلمانی یاد گرفتن خیلی سخته. واسه تو هیچی سخت نیست، زود یاد میگیری. اگه تو کمکم نمیکردی که به اینجا نمیرسیدم. اولین درآمدی که داشتم پس میدم قرضم. آلمان خیلی سوز داره هواش، با این مزاج تو باید خیلی حواست به سلامتیت باشه. یه وقت چیزی شد هم محلی بچه که تو یادت نره دعوت کنی. چی مثلا؟ مثلا خواستی عروسی کنی یا بچت به دنیا اومد، هرچی. یعنی من عروسی کنم تو از آلمان پا میشی میای عروسی من؟ از من زنداری بر نمیاد. چرا؟ زندگی من مال خودم نیست، مردم انتظار دارن ازم. زن بگیرم 2 روز بعد بهم بگه تو چرا اصلا زن گرفتی؟ من جای اون زن بودم هیچ وقت همچه حرفی نمی زدم. الانم اگه به من بگی نرو نمیرم. آخه مرد حسابی آدم تو نیمه نهایی جهانی وسط کشتی ول میکنه حریفشو. آقا سر کن نشستم. باشو آوردم بالا زانوش ترق صدا کرد. به درک صدا کرد. 100 بار بهت گفتم این میدونه جای شل دادن جل حریف نیست. آقا حالا که ضربه کرده رفته فینال شما کوتاه. اگه باخته بود من نصفت میکردم. غلام رضا با این آرتیست بازی. بیا شاباش بده. رنگ پوست غلام تیم دمت گرم. بعد فینال بعدی دیگه تمومه. قربونت. آقا وسط کشتی دست این سیراکوف خورد تو دماغ غلام رضا خون اومد. مردم پر داد و بیداد که چی شد چرا زدی تختیو. هرچی بهشون گفتیم آقا چیزی نشده این دماغش فقط خون اومده. کلن این غلام رضای ما یکم شل دماغه، به خرجشون نمیرفت که نمیرفت. دیگه بابا ملت خاطر خواشم میده. دمت گرم. هم سیاست داشتی خاطر خواه میشده. سیاست چی؟ همین یه ساعت پیش مگه پیگیر نشده بود چرا قضیه آمریکا یا فرق داره با اسم پاکستانی ها؟ تختی تنها کشتیگیری بود که نگران قضای کشتیگیرای کشورهای مستضعف شد. ملت هم میگم وا این تختی عجب آدم بزرگ مردیه. بعد میگم از سیاست چیزی نمیدونم که. همین میشه خبر میره رو جلد مجله. ببینید جلد کیان ورزشی. من گفتم ما میزبانیم چرا باید فرق بذاریم بین مهمونامون؟ من نمیدونم تو با کیهان ورزشی مشکل داری یا با غلام رضا. یا من
همین چهار تا کاغذ پاره ها یه چیزی رو گنده میکنن، ملت ها نشخارش میکنن، وگرنه هر کدوم از ما به اندازه خودمون مدال داریم میدونن دیدیم، ولی ملت فقط اسم یه نفر یادشون مونده. الان دیگه قهرمانی به سگگه نشستن در سر مخالف نیست. تو این دور زمونه باید سیاست مجله رو بدیدمش که آقا خوب میدادنش. بدش مست که خیلی دلت پرا. سرتو ننداز پایین برو. این کمودا رو میدونن دارم با تو حرف میزنم. مردی واسه جواب بده. ول کن بابا. من با کسی دعوا ندارم. راست میگه دیگه مرد حسابی. دعوا ندارم که نشو. مگه بابا دعوا داریم. گوش کن ببین چی بده. آره با کسی دعوا نداریم. فقط کاری کرد که ملت پوست ما رو کندن. سر همون زمینه گرگان بردی زمینه رو پس دادی. روزنامه‌ها جرمون دادن. برگشتن گفتن تختی جایزه مدالش پس داده شما چرا پس نمیدین؟ زمین یه سری کشاورز بدبخت و نادر به زور ازشون گرفتن دادن جایزه مدال واسه ما. آخه این خوردن داره. خب بابا یارو یه کفش درست حسابی نداشت بپوشه. دندون اصل پیشکش که نمیشه. آمریکا قانون داره. اگه منو ملت نمیذاشه موافقم زمین بمونه. هوا برام میداش فکر می‌کردم از قانون بالاترم. چه ربطی داره داداش من؟ منم اگه 10 هکتار زمین بهم بدن برای جایزه مدال المپیک ندارم دلشو ندارم پس. میفهمی؟ ولی قلامرضا دلشو داشت پس تو. دمش هم گرم. تو هم جیگر داشته باش مرد باش. پس تو دلشو نداشتم پس دادم. چه قیقاش می‌زنی؟ آقا انچو چای تو 100 سال دیگه طلای المپیک میاری که رو جایزه داری انقلت میاری؟ نکنه نمیاره. علی المپیک بیارم بشم تاجی یکی مثل تو میخوام نیاد دیگه. آقا تو آخرش بهم بگو تو کدوم وری ها؟ تو کدوم وری ها؟ از شاه حق بازوبند پهلوانی میگیری، با مصدق صابونه میخوری، با طالقانی نهار میخوری، برای دانشجوی ناراحت میشی سخنرانی میکنی، هم از صبره میخواد هم از صبره میخواد. یه چی میسوزن؟ یه مشوده یه مش سه تماشاگرچی از این جدار خوش نمی قلمرضا یه چرا مصدقیه از اون ور این به زور قپای روشونش میخواد رفیقشو جر بده. بابا خجالت بکش. حالا تودهی کجا مونده تو؟ تهدیگاشونن. برو ببین چه فوشایی دارن میدن تودهیا. ببین تو هم یکی هستی عین بقیه ما. عین بقیه ما. انا همینا که بیخودی بادت کردن یه روز سوزن برمی‌دارن این بادکنک میزنن میترکوننت. ببین من با تو مشکلی ندارم ها. من با تو مشکلی ندارم ها. اتفاقا ازت خوشم میاد، از زرنگیت خوشم میاد. عینه ماهی نمیدونم لیز میخوری میدونی، ولی موضوع اینه که من مشکل من با فهم مردمی که با چهار تا مجله گول میخورم. با چهار تا مجله مشکلش با مردمی که رو دست میبرنه. بیا حالا ملت شد یه بار دیگه صدا در بیار. میفرستم یه جایی که بفهمی چی میخوام حرف بزنی. آره دیگه آژان شدی باید هم پاچه بگیری. چه خبرتونه؟ بعد بندم به تو قبل مسابقه غلامرضا. مردم فهمیدن امروز باز کشتی داری، ریختن وسط تشک، میگن تختی خسته است دیگه نمیذاریم کشتی بگیره. خودت برو با مردم حرف بزن. آروم باش. تو هم الان مسابقه داری، به جای گرم کردن داری جر میکنی. یه سری آدما با جر دادن اینا اون خودشونو گرم میکنن. باز حرف زدی؟ دست تو بنده ای بابا. باز تو چته؟ بتو بیا بتو بنش کن بیا برو بچو بیا برو تختی فینال رو با ضربه فندی برد و مدال طلای مسابقات 1959 جهانی تهران رو به گردن انداخت. درست بعد از مدال باهاش مصاحبه کردم. تیترش هیچ وقت یادم نمیره. گفت قهرمانی جهان حتی ذره‌ای شادم نمیکنه. اغلب دوستا و هم ردیفاش بهش حسادت میکردن. محبوبیتش بیشتر از حد تحمل اونا بود. به بهانه‌های مختلف بهش ضربه میزدن. با هر قهرمانی و محبوبیتی که به دست می آورد تعداد دوستاش کمتر از قبل می شد، اما تختی حسادت کینه رو جدی نمی گرفت. با همه دردسرایی که براش درست می کردن دنبال جنگیدن با کسی نبود، دنبال انتقام گرفتن نبود، دنبال آرامش بود. می رفت سراغ کسایی که حرف زدن باهاشون آرومش می کرد. تمام مدتی که آقای طالقانی زنده بود تختی به خانواده‌اش می رسید و کمکشون می کرد. درباره اختلافاتی هم که آقای مهندس فرمودن ما با هم داریم، بله بنده اختلافات رو انکار نمی کنم، اما ما یک خانواده هستیم. اختلافات هم باید در حد اختلافات درون یک خانواده باشه. اگر از حدود آزادی مراقبت نکنیم، کم کم محیط عقده گشایی، عناد، موضع‌گیری و به هم ریختگی رشد می کنه. نتیجه چنین محیطی هم پیدایش آدم‌های مستبدیه که دائم این و اون رو تکفیر می کنن. یا این به اون میگه مرتجع یا اون به این میگه انحرافی. ما باید از همون قدم اول پرچم رحمت رو بلند کنیم. بر همین اساس به امید خدا در این جلسات جبهه ملی ما باید از مخالفین خودمون دعوت بکنیم برای تبادل رأی، نه یک جلسات فرمایشی یک دست بیفایده‌ای که
عده‌ای هم لباس هم فکر تنها ظاهری از تبادل رأی و نظر رو در اون بازی میکنن. آقای طالقانی بفرمایید سر سفره وزن مدرسه هم یه تعادلی پیدا کنه. ماشاءالله این گوشه اتاق نشست پیدا کرده وزن بودن شما دو بزرگوار. بفرمایید خواهش میکنم. شما بفرمایید خدمت میرسیم. خواهش. دست شما درد نکنه بابت انگشتر. زیارت هم قبول. قابل نداره. دست شما درد نکنه. سلامت باشید. اه به. کار شوهرم ممنون. سلامت باش. خدا پدرتون رو بیامرزه. خداحافظ. خیلی ممنون. کلم جون کاسه برای خودش روش داره. باید بتونی حساب کتاب کنی. کلم بار آخرم شده ضرر زیان. هر ما بیشتر داریم بدهی بالا میاریم. کلم وقتی نخرن نمیتونی پس. سلام تختی. سلام سلام. سلام علیکم. الان کسی به اسم تو کاری نمی کنه. آوردم. آخه اصلا همه میشن گرد میافتن. ببین از اینجا نگاه میکنی با این تنظیمش میکنی اینا میزنی عکس میگیره. فیلمم انداختی؟ فیلمم قضیه من الان ایناست. جان من یه بار بشه این فاکتورا رو بخونی، عددا رو یه بار بالا پایین بکن. بگی دیگه، بگی بخون. تو این وضع قمر در اقرب ما هر چی ته دخل تو برمیداری هبه میکنی واسه مردم. به خدا منم دل دارم غلامرضا، حواسم به مردم است. ولی مگه نداری مردم ته داره؟ ببین ما با این وضع کاسبی خرابمون دست کسی هم نگیریم حرجی بهمون نیست. به خدا اگه همه چی داشته باشی و از بخشش کنی که هنر نیست. وقتی خودت یه چیزی لازم داری یا میدی به مردم یا حال دیگه ای داره. خب بگو دارم جفنگ میگم دیگه. بدم اون فاکتور. آقا تختی این دوربین از رفیقم قرض گرفتم، میشه ازتون یه عکس بگیرم؟ یکی چرا، 10 تا بگی. کجا واسه اگه زحمتی نیست بیرون بهتر میفته. بریم. بفهم. خواهش می‌کنم. بفهم. دست شما درد. آقا اینجا وایسا. آقا اینجا. همینجا وایسا. همینجا. آقا برو کنار، آقا تختی میخوام عکس بگیرم. برو کنار آقا. برو کنار میخوام آقا عکس بگیرم. آقا برو کنار. آقا خوب باش. 1 2 3. بیزدی گفتی نمیاد جشن سالگرد 28 مرداد. همه قهرمانای کشتی هستن. تو الان باید تو چش باشی، حیف توه. خاطر چند تا جوجه دانشجو اون پیرمرد قجری خودتو بیشتر از این ببری تو حاشیه. آقا بلو جسارتم 28 مرداد کودتا بود. کودتا رو که جشن نمیگیره. اگه میخوای دردسرات بیشتر بشه بگو من حرف نزنم، فیلمم رو تماشا کنم. من کاری به کسی ندارم. کاری به کسی نداری؟ فقط وقتی که نخست وزیر مملکت شخصا تلفن میزنه دعوتت میکنه برای شام، همون شب دست مادرتو میگیری میبری مشهد. پیشنهاد شهرداری تهران هم که رد کردی. چتتون؟ تو اگه اینقدر نگران مردمی شهرداری تهران میشدی بهشون خدمت میکردی. مقامی که از مردم به آدم نرسه مفت نمیارزه. بعدش هم یهو بپرم وسط کاری که بلدش نیستم. بس بی خیال همه چیشو و خیال خودت هم راحت کن. تولیدم بی خیالشو. یعنی نمیذارن مسابقه بدی. میذارن مسابقه بدی. فقط حق تمرین نداری. جوری ازت شاکیان، همه رو ترسوندن هیچکس جرئت نکنه با تمرین کنه. بدون تمرین بری مسابقه اوت میشی، اوت بشی میشی مسخره مردم. تنهایی تمرین میکنم. لجبازی غلام رضا، تا حالا 100 بار شده که بخوان حقوقتو قطع کنن، من نذاشتم. دیگه کاری از دست من بر نمیاد. میخوان لهت کنن، بزنن لای منگنه، یه کاری کنن از زندگی سیر شی. بیشتر از الان؟ آره خیلی بیشتر از الان. به حرف من گوش بده پسر. امشب که فیلم تموم شد یه جعبه شیرینی میخوریم، میریم خونه این رفیق من. رئیس دفتر خرش میره. خیالت راحت، شهد کردم هیچ خبرنگار عکاسی نباشه. تو مهمونی چرخی میزنی، دو کلون باهاش حرف میزنی، شامتون میخوری میری. این منده خدا رفیقتون همون کسی نیست که تو 28 مرداد چاقو کشید رو سربازش که چرا مردم ها نمیزنن؟ تو که گفتی کاری به کسی نداری؟ بعدش هم این همه سال گذشته از اون روز، خود مردم یادشون رفته. مردم خوب یادشونه، قبول نمیکنن از من این کارا. غلام رضا این ملت حافظه ندارن، صفر نیستن. واسه رضایت این مردم زندگی نکن. امروز براشون طلا میاری میخونید، فردا مدال نمیاری میگن دیگه کشتی نگیر. 4 روز بعد ازت بعدشون میاد دهت میگن برو بمیر. اون وقت تو هم میری خودتون میکشی. نه الان میام. ببین آدم یه بار نمیگه میشه قهرمان، یه بارم با بله گفتن کارش را میفته. الان واسه تو وقت بله گفتنه.
این تو چی آقا؟ آچار ماچاره دیگه. اوج حسادت‌ها و دردسرها قبل از مسابقه‌های جهانی تولید خودشو نشون داد. کار به جایی رسیده بود که اگه کسی با تهدید حمله می‌کرد، شب شیشه‌های خونه‌ی سر خانواده‌اش شکسته می‌شد. کسی تو اردو و مسابقه حق حرف زدن با تهدید نداشت. کاملاً از تیم جداش کرده بودن. حتی روی توشک مسابقه‌ها کسی حق نداشت تهدید کش کنه یا عرقشو پاک کنه. من موقع گزارش کردن کشتیش بغضم گرفته بود. روی توشک خسته و تمرین نکرده و نفس بریده بود. وقتی تو کنفرانس خبری بعد از مسابقه فینال مدوید اون حرف رو زد، تنم یخ کرد. حتی میرفتارا پای دینو سختی سوشکی زرینی هم نیت دال کلتورین سپورتا پریدتیم بایا نترین رافکی سجلینی یا پلوچل تراما لیوه با کلینا. تختی در این تنهایی تمرین نداشتن وقتی فهمید زانه مدوید مشکل داره، هیچ وقت در طول کشی دست به زانوش نزد. مدوید تأسف می‌خورد که چرا دارم با قهرمانی به بزرگی و مهربانی تختی این کارو می‌کنم. قرار بود پرچم داره تیم ایران تختی باشه، ولی تو لحظات آخر پرچم رو ازش گرفتن و گفتن دستور از تهران اومده که تختی نباید پرچم دار باشه. صمیمی‌ترین دوستش که همه فکر می‌کردن به کنار گذاشتن تختی از پرچم‌داری اعتراض می‌کنه، نفر اول تیم وایساد و به جای تختی پرچم رو دستش گرفت. از اینکه رفیق صمیمیش به خاطر یه پرچم‌داری بهش پشت کرده بیشتر از همه اذیت می‌شد. هیچ وقت تختی رو تنها‌تر و افسرده‌تر و خسته‌تر از اون روزا ندیده بودم. تختی هیچ وقت نتونست کثیف بودن دنیای واقعی رو قبول کنه. اون روز تو بیمارستان تشخیص پزشکای آمریکایی سرطان بیضه بود و باید سریع جراحی میشد. قبول کرد قبل از جراحی باهاش مصاحبه کنم. حتی یادم برای اولین بار خودش ازم خواست باهاش مصاحبه کنم. آقا من نمیدونم شما چه دلی داری به خدا. من اگه جای شما بودم تا حالا 100 دفعه پرنده شده بودم یه وری. شما که یه دونه ای. ولی من اگه بخوام خیلی جون بکنم و خیلی هم کارام درست باشه، ته تهش میشم یکی مثل شما که 100 سال اگه بشم. حتی با شما اینطوری تا میکنم. رفیق جون جونی تو مجبور میکنن که بره پرچم از دست شما بگیره، بره وایس جای شما جلو تیم رژه بره. حالا این یه رقمشه. کم اذیت کردن شما رو. آقا تختی به خدا مملکت ما مملکت خیانت و حسادت. منم دارم کارامو همینجا میکنم تو آمریکا پرنده شم. نشد هر جای دیگه. هر جا غیر ایران زندگی کنم میدونم حالا بهتر. 9 سالم بود، یکی از رفقام از سر لجبازی اینکه تو کشتی ضربش کرده بودم هولم داد تو آب سیاه. ننم 2 دقیقه دیر کرده بود، الان 7 کفم پوسونده بودم. میخوام بگم آدم زندگیشان ننه باباش داره، حالا بد یا خوب. مملکت آدم هم مثل ننه بابای آدم میمونه. نمیشه ولش کرد. هر قدرم وضعیت مملکتون بد باشه باید بمونیم درستش کنیم. حالا هر کی به واسه خودش. تو هم اگه حالت از مملکتت خرابه در رفتن هر کاری بکنه نمیتونه حالت رو خوب کنه. اگه دنبال حال خوبی. با اجازه. بفرمایید، این در خدمت. در کنار جهان پهلوان غلامرضا تختی هستم که چند ساعت پیش با وجود بیماری و احساس درد طاقت فرسا مسابقات جهانی تولیدو را پشت سر گذاشته و مدال نقره این مسابقات را از آن ایران کرده و همکنون در بیمارستانی در تولیدوی ایالات متحده آمریکا برای انجام عمل جراحی آماده میشوند. آقای تختی، در طول این مسابقات شما سختی‌های زیادی رو تحمل کردیم و من خودم شاهد بودم. در این لحظه دوست دارید به مردم ایران چه مطلبی رو بگید؟ من روحاً و جسماً خیلی خستم. دوران کشتی دیگه برای من تموم شده. من برای همیشه از کشتی خداحافظی میکنم. ببخشید، میشه یه بار دیگه اینی که گفتین دوباره میگین؟ مردم منو ببخشن. من فرزند خوبی براشون نبودم. از وقتی خودمو شناختم دارم میجنگم با همه چی. دیگه توانشو ندارم. برای همیشه از کشتی خداحافظی میکنم. تو تولیدا بعد از مدت ها از سکوی اول پایین اومد. موقع شکستش مردم بیشتر از همیشه برای استقبال ازش به فرودگاه اومدن. روی پلاکاردا نوشته بودن بخندید تا تختی نگرید. استقبال مردمی از غلامرضا تختی بزرگترین استقبال از قهرمانی بود که با کشتی خدابزی کرده. مردم نشون دادن دوستدار خود جهان پهلوان هستن، نه فقط رنگ مدالاش. این خودش رو تو ماجرای زلزله بوئین زهرا یه بار دیگه نشون داد.
تو نیمه شب 11 شهریور 1341 یه زلزله شدید تو منطقه وسیع رخ داده. 11,000 نفر از هموطنامون به کام مرگ کشیده شدن. صدها قریه تو اطراف ساوه و قزوین و همدان با خاک یکسان شد. اون چیزی که به جاموند ویرونه بود و بوی مرگ و قحطی و حیرونی بازماندگان. غلامرضا تختی برای کمک به بازمانده ها دست به سینه تو خیابون راه افتاد بی هیچ تبلیغ یا کمکی. مردمی که اعتمادی به رسیدن کمکشون به دست زلزله زده ها نداشتن به خاطر اعتماد به تختی دار و ندارشون کمک کرده. این دفعه برادر بزرگشون دست کمک به سمتشون دراز کرده بود، ولی نه برای خودش. حالا حتی زمانی که تختی دیگه مداری برای مردم نمی آورد، با مردم بیشتر از قبل یکی شده بود و این دشمنای تختی رو بیشتر از قبل نگران کرده بود. تختی کسایی که بدترین کارا رو در حقش کرده بودن و میبخشید. کینه ای از کسی به دل نمیگرد. تو همه این سالا قهرمانای زیادی دیدم که هر کدوم دوران محبوبیت خودشون رو داشتن، اما رابطه مردم با تختی عجیب بود. مردم عمق ساده و پاکش رو با همه وجودشون حس میکردن. خودش کمک‌های مردمی رو برد بود این زهرا و به زلزله زده‌ها تحویل داد. تا تکمیل خونه و مدرسه‌هایی که با اون پولا ساخته شد مدام به اونجا سر می‌زد. مردم می‌دیدن تختی خودشون به هیچ چیزی نمی‌فروشه. حتی وقتی تو اوج مشکلات مالیش بهش پیشنهاد بازی تو فیلم با دستمزد چند برابر ستاره سینما شد، گفت قبول نمی‌کنم، چون مردم برای دیدن من نباید پول بدن. هر وقت اراده کنن من بین مردمم. به خاطر همین چیزا روز به روز بین مردم عزیزتر می‌شد. عروسی مسکی کمک بخوام، به هر کی رو انداختم یه بهونه ای آورد. فقط به عقلم رسید بیام در خونه شما رو بزنم. اما مردم نشونتون رو پرسیدم، گفتم آدم که از آقا تختی پول بخواد خجالت نداره که. اولین پولی که دستم اومد برمیگردم پس میدم قرضمو. باشه، حالا غذاتو بخور یخ کرد. خیلی خوردم، دست شما درد نکنه دیگه، نمیتونم. یادگار المپیکه، بده اندازه کنم واسه اومده. دست شما درد نکنه، همین بستمه. بیا بگی حرف نزن. خیلی ممنون. دور مبارکت باشه. شرمندم کردین. دشمن شرمنده اون چه حرفیه؟ با اجازه. خدا نگهدار. خدا خدا پاشو فهم. کاری بود تلفن خونه رو نوشتی دیگه، زنگ بزن. بله چشم. خدافظ. شدی؟ اومده بودم یه چیزی بهت بگم، دیدمت روم نشد. این سربازم که اومد اصلا حرف تو حرف شد. چی شده؟ تو فدراسیون حکمتو زده بودن واسه مربیگری تیم ملی. قرار بود تو همین هفته بده ابلاغ کنن. من خودم حکمتو دیدم. امروز صبح یه سری اومدن گفتن چند روز پیش رفتی دانشگاه تهران. دانشجوها تو محاصره بودن، براشون غذا بردی، سخنرانی کردی. دانشجوها شعارهای ناجور میدادن. غذا بردن واسه دانشجوام شده جور. ببین غلامرضا، من هنوز سر اون قضیه پرچم روم نمیشه تو چشات نگاه کنم. فقط خواستم قضیه لغو مربیگری تو قبل اینکه با نامه بفهمی بهت بگم که اگه کاری میشه کرد دریغ نکنی. حقوق بازوبندت هم دارن قطع میکنن. شرمنده کاری از دستم بر نیومد. حالا غذا تو چرا نمیخوری درست؟ ببخشید. خدافظ. به سلامت. چه زود رفتن مهمونات؟ آره، دست درد نکنه. نوش جونت. خان جون از سر صبح حرف نمیزنه با هیچکی. این مجله که عکس دختره رو زدن روش دید، نوشتن مهمونی بودین با هم. خوش سلیقه هم هستی، چش رنگی، مبارکت باشه. فقط یه کاری کن خان جون کمتر اذیت بشه. آه.
تخمه بدم، تخمه مغزدار بده بیا، تخمه بدم، تخمه، تخمه مغزدار بده بیا. آقا تختی ببخشید تو رو خدا، حلال کنی منو، من کاری نیستم، باهاشون حرف زدم، میگن دست ما نیست، ورود شما رو کلا به همه ورزشگاه ها ممنوع کردم، خود سرگروهبانم میخواست بیاد بهتون بگه الان اینو، ولی روش نشد. ازشون نپرسیدی چرا ممنوع بودن؟ میگن شما نباید برید داخل، به ما هم دستور دادن دیگه از بالا. به خدا ببخشید نمیدونم چی بگم. شرمنده. بزرگرو بیاینم دیواری خدا برکت بده، دست درد نکنه. کی هست حالا؟ بند خدا از شهرستان اومده، زنش پا به ماه سر چهار را دید منو. چقدر میخواد؟ 50 تومن اگه داری بده باید حساب کتاب بکنم. هرکی سر چهار رو بهت سلام کرد باید تو تای زندگیش باش بری؟ بیا بسی درد کنم. خیلی ممنونم. بفهم آقا جان. آقا خیلی بزرگواری کردی. خیلی مردی. مخلص. قربان. ببخش. بفهم. سلامت. بفهم خودت مواظب باش. بفهم. خدا شما رو واسه ما نگه داره. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون. پول دستم برسه بود. همون خانومه است که تو مهمونی دیدیش؟ آره همونه. نگفته بودی قضیه‌تون انقدر جدیه. زده قرار نامزد کنی؟ دختر ساده ایه. همین دختر ساده ایه. مرد حسابی الان که حقوقاتو قطع کردن، نه شغل داری نه پول داری، نه میذارن تکون بخوری. الان که نباید دنبال دختر ساده باشی. برو دختری که این پولدارا رو بگیر بتونه بکشتت بالا. دختر مردم مجله انگشت‌نما کردن، ولش کنم بره. انگشت‌نما چیه تو هم؟ این حرف ننه قمره 100 سال پیشه. این مجله الان جلدش تو این خانومی این فردا عکس یه فوتبالیست و خواننده است، پس فردا کلا همه یادشون میره قصه انگشت‌نما شدن این دختره رو. خودم که یادم میمونه. خداحافظ. عروسیت اونجور که میخواستین شد؟ غذا، مهمونا، همه چی سر جاش بود؟ تو مجلس عروسی باید همه چی با هم جور باشه، وگرنه بد میگذره به مهمونا. باید همه چی به هم بیاد. بچه که بودی وقتی دلخور می شدی از یه چیزی قایم می شدی پایین پا، چادرمو می کشیدی رو سرت. اول بار که اسم تو روزنامه ها زدن، انگار اون غلام رضای منو گرفتن ازم. پاشو درست نیست اول زندگیت زنت چشمش به در باشه. ایشالا خوشبخت باشی. باشو برو مادر. تختی تو خونه و خانوادهش مشکلات زیادی داشت، ولی دوست نداشت کسی تو زندگی خصوصیش سرک بکشه. برای همین منم خیلی از چیزایی رو که از زندگی خصوصیش میدونم جایی نمیگم. مسائل خانوادگیش به کسی ربطی نداره. وقتی زمینای یخچال پدر تختی رو ازش گرفتن، چیزی درونش شکست که دیگه هیچ وقت درست نشد. کشتی هم شبیه معشوق تختی بود. معشوقی که به زور ازش دور مونده بود. نمیذاشتن تمرین کنه. نه اجازه داشت مربی تیم ملی باشه، نه حتی میتونست کشتی رو تماشا کنه. تمام حقوقاش قطع شده بود. این محرومیت‌ها علاوه بر فشار شدید مالی، کم کم ذهن غلامرضا رو به هم ریخت. بیشتر از 10 کیلو ظرف یک سال شاخ شد. کمتر حرف می‌زد. اون نگاه جادوییش همراه اون لبخند همیشگی سرد شد.
چیزی که من به چشم خودم دیدم این بود که هر کسی در حد توان خودش هر کاری کرد که تختی را از پا بندازه. یه حتما تو خونه سلام میارم. وایستاد اینجا چیه نگاه میکنی؟ باده ببینم. ساکتش کن دیگه. اونو چی میخونی؟ چی میخون؟ فقط اینجا دیگه زندگیمونو کنفیم. اینا میخوان غلام رضا رو بزنن، زورشون نمیرسه. به جاش دارن آبروی منو میبرن. مگه نه تو اداره کوفتی چرا فقط باید از من حساب کشی کنن؟ کوف هستین؟ گفتی گشتم به خدا چیه برداشتی آوردی؟ گفتم چمدون سبزه، این سبزه. به خدا راست میگه، اینا دارن حسیو که از آقا غلام رضا دارن سر خالی میکنن. زن بچه رو ببر تو. خدا شاهد این اهل اختلاس و این حرفا نیست. اختلاس یعنی چی هی میگی؟ یواشکی از ادارهشون پول برداشته. یا امام رضا، الان من نگم آژانا یعنی ولش میکنن. تو که میشناسی چرا میگی اینو؟ براش پاپوش درست کردم. قبل از اینکه تو زنش بشی من خواهرش بودم، حتما میشناسمش دیگه. یه دقیقه پانشی بیای ببینی چی دارن به سر برادرت میگرن. ها میترسی به شأن جهان پهلوانیت بر بخوره؟ نه تو چیکار به غلام رضا داری آخه؟ بی برو بر از جلو در اتاق. چون دیگه نمیتونه کشتی بگیری، باید همه ما رو با خودش ببره ته چاه. هر چی داری از صادق سری غلام رضا داری. توقع نداشته باش پتوکش گذاشتی هم پشت درات. شده 500 کیلو نشسته چهارپایه میخ میکنه. چی آخه تو این اتاق از صبح تا شب میشینی اینجا تکون نمیخوری از جات؟ پاشو برو عقب زنت ببین کجاست، از دلش در بیار. باشه میرم. نصف شب و از خواب میبرم، قلبم همش توم میزنه. چرا باید زندگی من اینطوری به هم ریخته باشه؟ اون وقت شما همش بچسبی به اینکه فلانی که برات نامه نوشته الان پول نداره، فلان کسی تو فلان شهرستان کار نداره. همه چیز زندگی من به هم ریخته باشه اب نداره، ولی اونا که با نامه هاشون میان سراغت نباید آب تو دلشون تکون بخوره. الان که دیگه کاری ازم بر نمیاد واسه مردم. ببین همین الانم هم هیچ کدوم از حرفای منو نشنیدی، بازم داری میگی مردم. شما اصلا برای چی زنگ گرفتی غلام رضا؟ الان برات خوب نیست اینجوری داری هرس میخوری. باشه هرس نمیخورم، فقط اینو به من بگو، اگه همین الان کرایه خونه امیرآباد رو داشتیم مجبور بودیم با مادر و خواهرات یه جا زندگی کنیم؟ اونم تو خونه که جا برای زندگی خودشون هم کمه. وقتی سر آدما تو زندگی همدیگه است معلومه هزار تا حرف و دلخوری و ناراحتی از توش در میاد. ببین شما همش داری بی خود تفره میری. شما الان فقط ترس دست اینه که پیشنهاد شهرداری تهران رو قبول کنی مردم پای سرت بگن آقا تختی شهردار شد عوض شد، آقا تختی دیگه اون آدم خاکی سابق نیست. بذار بگن همین مردم به خاطر اینکه هیچ وقت عوض نشدی بهت مدال نمیدن. من چه از مردم مدال خواستم؟ فایده نداره حرف زدن، باهات فایده نداره. دیگه کاری از دست من بر نمیاد غلام رضا. گفتی بزنیم تو کار تجارت گل، یه پولی دستت بیاد، شد تجارت بوق. از باغچه و گلخونه هم هرچی در آوردی خیرات کردی واسه ملت مفلس رفت. به یکی این دم کلفتم یه بله نمیگی، یه جوازی چیزی بگیریم بتونیم نقدش کنیم. 2000 تا جیبت نیست پشت دی رفتی دانشگاه سخنرانی فدایت شوه میکنی واسه دانشجو، اونم تو این هیری ویری. با زنت هم که نمیسازی، من واقعا دیگه عقلم به جای قد نمیده. دوست ندارم کسی از زن بچه‌ی من حرف بزنه. بابا من خیر سرم حرفم چیز دیگه ایه. تو این مملکت سرک کشیدن تو زندگی مردم خیلی کیف داره. ببین غلام جون بذار من حرف آخرمو همین اول بهت بگم. این سبک وزن و سنگین وزن که دور و برت می‌بینی، اگه از بی دست و پای اون روزگارشون الان به نون و نوایی رسیدن، مطمئن باش یه جایی به زیر زیرکی به یه کله گنده یه آره‌ای گفتن، هیچ کس هم نفهمیده. نه روزنامه‌چی‌هاش فهمیدن نه مردم. اصلا کسی آره گفتن اونا رو هیچ وقت نگاه نمی‌کنه. همه نگاه می‌کنن امروز یارو چه مقام و چه منصبی داره. عاقبت نگفتن به همه هم همین میشه روزگار تو. نه رو دوشک کشتی جاته، نه تو خونه جاته، نه هیچ جای دیگه. حالا مردم هی این طوق جهان پهلوانی رو بندازن گردنت، تش که چی؟ اندازه یه صد چراغی پول میشه واسه تو؟ ببین غلام جون فقط همین یه رایی که بهت گفتم واسه مونده، همین رایی که رفیقاتم رفتن. خدا وکیلی غیر از اینه من کلم تو زندگی رفیقام نیست ببینم کی از کدوم را رفته.
تو میدونی درد سرت از کجا آب میخوره؟ اول از همه باید قبول کنی الان کجا وایسادی که نمیکنی. غلام جون هر چقدر میخوای چشاتو ببندی یه مش اراجیز روزنامه بستم به خانوادت، مردمم خیلیشو باور کردن. بعد الکی هم که شده با زنه داشتی کنی اصلا واسه عکس تو روزنامه ها. بعدش هم باید ببندی با یکی این بالایی ها یه تجارتی را بندازیم. زمینه بازارش هم با من، خودم همینجوری پات هستم. اصلا آخر هفته میگم اشرف یه دمپختک بذاره دست زنتو بگی پاشی به خونه ما. از همین آشتیکانو شروع میکنیم، همونجا هم حرف تجارت تازه رو سبک سنگین میکنیم. زنگ میزنم بهت. الو، سلام مادر جان، خوبی؟ تمام فشارهای مالی، روانی، سیاسی و خانوادگی برای به حاشیه بردن غلامرضا تختی، تغییر رفتار سیاسی و اجتماعیش یا کم رنگ کردن محبوبیتش پیش مردم کشورش نتیجه معکوس داد. تختی تا لحظه آخر اون طوری که اعتقاد داشت زندگی کرد و هر پیشنهادی که در طول زندگیش بهش شده خلاف اعتقاداتش بود نگفت. نگفتن اسره زندگی تختی بود، اونم تو شرایطی که همه برای بله گفتن با هم مسابقه گذاشته بودن. میدونی چی بیشتر از بدهی بیکاریش داره میسوزونه منو؟ همون مردمی که اون همه سنگشون رو به سینه میزد الان که فهمیدن کاری ازش بر نمیاد دهانشون باز کردن، هرچی دلشون میخواد دارن بهش میگن. الان که دو هفته است یک کلمه هم حرف نزدی. همه سرگرم این شدن که تختی چگونه مرد. فراموش کردن تختی به خاطر نوع زندگیش تختی شد، نه به خاطر نوع مردنش. انگار کسایی که دوست داشتن مردم تختی رو فراموش کنن این راز مرگ رو انقدر بزرگ کردن که مردم رو از راز زندگی کردن تختی دور کنن. شما پدر بیان صحبت کنیم، من نمیتونم. از نظر من رازی در کار نیست. تختی رو زمانی که زنده بود کشتن. حکومت و دوست و رقیب و حتی مردمی که ظاهرن دوستش داشتن طی یه توافق نانوشته باعث نابودی شده، فقط به این خاطر که قدشون خیلی کوتاه‌تر از قد تختی بود. سلام، اتاق 23؟ بله بله، وقتت گفته. آب میخواد. کی؟ اتاق 23 آقای تختی، یه لیوان آب خواستم. خب حالا بگو ببینه چجوری میخوای حرفتو بهش بگی؟ اگه میدونستم چجوری بگم که خوب. بیا یه کاری بکنی، فرض کن اصلا من خودم آقای تختی. نخند دیگه، در باز کردم لیوان ازت گرفته، چی میخوای بهش بگی؟ بهش میگم آقای تختی، من هیچ وقت پدر مادرم رو به چش ندیدم، الانم هیچ بزرگتری تو زندگیم ندارم. خانواده نامزدم از وقتی فهمیدن همه کس و کارم پرستارای یتیم خونن دبه کردن برای عروسیمون. من میخواستم شما اگه میشه برادری کنین بیاین به عنوان بزرگتر تو خواستگاریمون با من و مرتضی باشین. اینجوری دیگه کسی هم نه نمیاره تو کارمون. ببین تختی ها تا حالا هزار تا گیره های کورتر از این برای مردم باز کرد، بار اولش نیست که. تو چرا رسپاتو گم میکنی؟ منم مدعی نیستم که همه رازهای زندگی غلامرضا تختی رو میدونم. اگه کسی همچین ادعایی کرد بهش اعتماد نکنید. ما همه فقط سعی میکنیم تیکه های پراکنده ای از زندگیش رو به هم وصل کنیم تا یه طرح معنی دار از زندگیش به دستمون بیاد. ولی چیزی که دیگه راز نیست اینه.
اطرافیان تختی، کسایی که زمین خوردنشو آرزو میکردن به مرور پیر و فرتود شدن و از دنیا رفتن. اما غلامرضا تختی همونطور که در زمان مرگ فقط 37 سال داشت جوان باقی موند برای همیشه. اثر نکند ناله زارم تا کی از بر من جدایی دور از دیده من چرا دلی دارم ز فتنه گردون که در سبویم جای می خون می‌ریزد عاشقم و سوزد شرار غم اگر برارم از دل آتش خیزد تابم
شمع سهر روز و شبم از تنهایی غم ماسه